سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز. من ایرج رضایی هستم، به همراه آرش ناصری در اتاق فرمان با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های همبستگی انسانی. امروز 2 مرداد 1397 مصادف با 24 ژوئیه 2018 هستش. برنامه امروز همبستگی انسانی اختصاص دادیم به ضرورت تشکیل کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران و مسئله ناسیونالیست در ایران و آذربایجان. از محسن ابراهیمی دبیر کمیته آذربایجان امروز دعوت کردیم با ما باشن تا این مسئله رو با هم بشکافیم. محسن ابراهیمی، برنامه همبستگی انسانی خوش اومدید. خیلی ممنونم، منم خوشحالم تو این برنامه هستم. امیدوارم صحبت‌های در صورت روشنگرانه ای داشته باشیم. خیلی ممنون محسن ابراهیمی. محسن ابراهیمی، الان مدت 6 سالی میگذره که از تشکیل کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران، و همونجور که میدونیم تو برنامه کمیته آذربایجان اومده، کمیته آذربایجان تشکیل شده که بتونه اهداف حزب کمونیست کارگری توی آذربایجان بسط بده، قدرت بده و در از پیش ببره. سوال اینجا پیش میاد که با وجود اینکه حزب کمیست کارگری ایران توی کل ایران سراسری داره فعالیت میکنه، چه ضرورتی احساس شد که کمیته آذربایجان تشکیل بشه؟ بله، خب کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری تو اولین اطلاعیه که هم موقع تشکیلش اعلام کرد، در چند جمله تقریبا دو جنبه خیلی پایه‌ای فعالیت‌های ما رو اونجا توضیح دادیم. اینکه بخش از فعالیت ما همون فعالیتیه که حزب کمونیست کارگری در ایران، کل ایران داره پیش می‌بره، یعنی مبارزه با جمهوری اسلامی، تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مبارزه با به اصطلاح نابرابری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبعیض و بالاخره روی به اصطلاح ویرانه‌های حکومت اسلامی، برقراری جامعه که تو اون جامعه همه انسان‌ها آزادن، مثل انسان زندگی می‌کنن، برابرن، در رفاهن. تو این سطح بالاخره همون کاری رو داریم انجام میدیم که حزب کمونیست کارگر انجام میده. ولی ایران کشور بزرگیه، 85 میلیون انسان دارن اونجا زندگی میکنن، مناطق مختلفش، اگرچه خیلی از پایه‌ترین خواسته های مردم، درد مردم، رنج مردم، مبارزه مردم کاملا مشابه و مشترکه، مردم هم رنجن، هم رزمن، هم مبارزن علیه جمهوری اسلامی، ولی در این حال در مناطق مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان مسائل دیگه هم وجود داره. این مسائل اساسا مربوط به، اسمش رو میتونیم بگیم، ستم ملی یا به اصطلاح تبعیض ملی در کنار تبعیضهای دیگه. حالا این تبعیض ملی خیلی عمومیه، بزرگ، شاید خیلی کلیه. من مشخصا در آذربایجان مسئله زبان اساسا، یعنی محرومیت تعداد وسیعی از جمعیت اون منطقه از صحبت کردن، منظورم از صحبت کردن اساسا در میدیای اجتماعی، رادیو، تلویزیون، از نوشتن، خوندن، تحصیل کردن، کلن فعالیت و خلاقیت انسانی و ادبی و سیاسی و فرهنگی. این محرومیت تاریخیه. روی این محرومیت فرقه ها و باند ها و جریاناتی که ما اسمشونو به این معنا بهتره بگیم، با این عنوان ناسیونالیست ترک یا قوم پرست یا به اصطلاح پان ترکیستا، اینا تلاش میکنن روی این جنبه از تبعیض سرمایه گذاری کنن و بین اتحاد مردم آذربایجان با کل سراسر ایران تفرقه بندازن و به یه معنا دکون خودشونو را بندازن، بازار خودشونو بازارگرمی کنن و بازار خودشونو. این فرقه ها، این باند ها الان مخصوصا در دنیای به اصطلاح مجازی خیلی فعالن و خیلی تلاش میکنن، سعی میکنن دشمن مردم رو، دشمن مردم در آذربایجان رو، نه حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی، بلکه اقوام دیگه به اصطلاح فارس‌ها مخصوصا تاکیدشون اینه، تلقی کنن و به این معنا تلاششون کاملا مخربه. خب چقدر قدرت دارن ندارن میتونیم بعدا صحبت کنیم. خب کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری به یه معنا جدا از اون فعالیت های سراسری برای خونسا کردن، برای مقابله، برای جلوگیری از این نیروهای مخرب و تاثیرشون تو آینده سیاسی ایرانه. همونجوری که اشاره کردین، خب ناسیونالیسم در اصل هیولایی که میتونه یک شبه و یک
روز یا در مدت خیلی کوتاهی مردمی که با هم نشستن کافی دارن چای میخورن با هم دیگه تو عروسی و عزای هم دیگه شرکت دقیقا. کنن بتونه به جون هم بدازه خون بپا کنه و خون بپاشه به در اصل اون اتحاد مردم. و شما فکر میکنین ناسیونالیسم ترک تا چه حد تونسته این کارو بکنه و چقدر احساس خطر میکنین توی آذربایجان که این حزب در از کمیته آذربایجان تشکیل ببینید کاملا کاملا درسته حرفتون. نکته مهمیه که کلا باندها و جریانات ناسیونالیستی میتونن بالاخره اگه نیرو بگیرن میتونن اون جامعه که توش مردم داشتن با همدیگه زندگی میکردن واقعا یادشون رفته بود که اصلا قومی دارن به قومی تعلق دارن یا ندارن اونا رو به جون هم بندازه، حتی اونا رو هم به جون هم نندازه، خود فرقا و باندها به جون هم بیافتن تحت نام فارس و ترک و عرب و بلوچ و اینا جامعه رو تخریب کنن و جنایاتی که اونا واقعا از عهده‌اش برمیان ظرفیتشو دارن، اینو یوگسلاوی نشون داد، رواندا نشون داد، این جنایت اونقدر بعضن بزرگه بعضن وسیعه که حتی ممکنه مردم هم علیه همدیگه تحریک کنن. این کاملا ممکنه همه جا در خود ایران در آذربایجان تحرک و حضور و فعالیت ناسیونالیستا الان در حال حاضر خطرناک نیست، به این معنا که در جامعه نتونستن نیرو جا به جا کنن. شما مبارزات و اعتراضات کارگری وسیع مثل ایران ترانسفر رو میبینی، در اونجا مطالبات چیه، خواسته ها چیه، بحث ها چیه، اساسا رفاه، آزادی، برابری، دستمزد، حقوق، بیمه بازنشستگی، بهداشت، درمان، ایناست. خود جامعه آذربایجان هم توده های توده است همین رو میگن. یا اگه مثلا جوونا و زنا رو در نظر بگیریم عیناً همون اتفاقاتی که در تهران و جاهای دیگه میفته سر زنا و دخترا و جوونا و اعتراضی که دارن میکنن در آذربایجان جاریه. میخوام بگم که نتونستن مطلقاً نیرو جابجا کنن، ولی خب در دنیای میدیای اجتماعی اینا مخصوصاً معمولاً هم استاد دانشگاه هم جالبه به اصطلاح روشن فکرا که من اسمشون رو تاریک فکر میذارم، استاد دانشگاه هم معلم هم معمولاً تو این طیف هم بعضن هم گاهن تو دانشجوها، اینا خیلی تلاش میکنن سعی میکنن تخم نفرت و کینه بندازن بین مردم و هزار تا ترفند و کلک و حقبازی و شیادی هم برای کار این انجام میدن. برای مثال سال 1385 وقتی روزنامه دولتی ایران مردم آذربایجان رو به سوسک تشبیه کرد، خب مردم اومدن خیابون، مردم از سر نفرتشون از حکومت اسلامی که این حکومت از دستش هرچی برمیاد کارش توهین تحقیر مردم آزاری، اینجا هم داره مردم آذربایجان رو تحقیر میکنه، اومدن بیرون و با سپاه و با نیروهای انتظامی درگیر شدن. جریانات ناسیونالیست همین باندها و فرقه ها تو دنیای مجازی و کلا هر چقدر دستشون میرسه چیکار کردن، تلاش کردن بگن اینا اومدن سرکوب میکنن، فارسن، افغانین، اصلا اینو داشتن میگفتن مردم دشمن شما حکومت، میگفتن استعمار ایرانه، خیلی چرت واقعا نرفشون، تاثیر نذاشتن تو مردم اون موقع ولی این کارا رو دارن میکنن. تحرک اینجوریه. خب این تحرک زمانی خطرناک میشه که مردم میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. اگر جریاناتی مثل ما، احزابی مثل ما، نیروهای مترقی، پیشرو، انسان دوست، اون نیروهایی که میخوان واقعا جامعه همه مثل شهروند زندگی کنن، خوب زندگی کنن، اونا دست بالا نداشته باشن، اینا قوی میشن. اگر اونا دست بالا نداشته باشن، اگر اونا قدرتمند باشن که ما داریم همین کارو میکنیم، فرجه و فرصتی برای نمیمونه. جمهوری اسلامی به سرعت سرنگون میشه و به سرعت به نظر من با کمک ما و تلاش ما مردم منصف، مردم شریف، مردمی که آزادی میخوان، مردمی که واقعا دوست دارن مثل انسان با هم زندگی کنن، اونا ارادهشون رو اعمال میکنن و دست اینا بسته میشه. بله بله. هنوز برای من سوال باقی مونده. خب شما میگین که محسن ابراهیمی اون ستم موظفی که تو آذربایجان میشه، تو جاهای دیگه هم مثل بلوچستان، مثل جنوب، مثل خوزستان و اینا برمیشه، چه ضرورتی تشکیل کمیته آذربایجان رو بیشتر یعنی قوی تر میکنه؟ تو خود آذربایجان منظوره؟ منظورم آره، چرا توی آذربایجان، چرا آره. کمیته آذربایجان، چرا کمیته بلوچستان نداریم، چرا کمیته کرد، بله نمیدونم، کمیته کردستان هست ولی کمیته جنوب، کمیته بلوچستان، کمیته چه تفاوتی هست که ستم که تو آذربایجان میشه بهم. چون اشاره کردن صحبتان ستمی که به مردم دیگه تو نقاط دیگه ایران هم میشه. نه اتفاقا سوال خیلی خوبیه. تو کردستان خب این ستم تاریخی تر حتی قدیم تره و به یه معنا تبدیل شده به مسئله ملی، به این معنا که واقعا اونقدر جنایت کردن
ناسیونالیسم ایرانی، هم دوره شاه هم دوره جمهوری اسلامی، که واقعا در کردستان شرایط خیلی ویژه از نظر تبعیض است. کمیته کردستان داریم به این معنا و نقش خیلی خوبی هم همیشه داشته در تاریخ سیاسی بعد از جمهوری اسلامی. در خود خوزستان که الان جنبش‌های اعتراضی قدرتمند کارگری وجود داره، اونجا هم اتفاقا ناسیونالیسم عرب داره تلاش میکنه که به اصطلاح مسئله مردم رو تبدیل کنه به مسئله خوزستان، به قول خودشون عربستان و ایران. اونجا هم اگه لازم شد حتما باید تحرک سیاسیمون رو افزایش بدیم، حتما باید ساختار و تشکیلات متناسب با اون وضعیت رو به وجود بیاریم. یعنی اینجا خیلی ویژه نیست آذربایجان به این معنا. آذربایجان مشخصا تا اونجا که قبلا هم صحبت کردم، در آذربایجان تاریخا وقتی نگاه میکنیم، مخصوصا با تحرک و تلاش دولت فاشیست ترکیه از قبل و الان و دولت ناسیونالیست جمهوری آذربایجان در شمال با کمک‌های مالی و معنوی و مادی و میدیا و تلویزیون و اونا، تو آذربایجان این جماعتی که گفتم بخشن هم خارجن، تلاش‌های جدی رو شروع کردن. ما به این معنا در آذربایجان ما داریم کار خودمون رو می‌کنیم، والله از این نظر مثلا برای کرد در رابطه با کردستان خیلی ویژگی نداره یا خوزستان. میخوام الان اشاره کنم به نقش خود جمهوری اسلامی. الان ما داریم سر ناسیونالیسم قدرت در اصل ناسیونالیسم توی آذربایجان و ناسیونالیسم فارس صحبت میکنیم. هر جریانی بالاخره تو ایران فعل انفعالاتی داره با رژیم جمهوری اسلامی. فعل انفعالاتی که ناسیونالیسم فارس و ناسیونالیسم ترک با جمهوری اسلامی داره چیه؟ آیا خواهان سرنگونی هستن؟ آیا به قدرت جمهوری اسلامی اضافه میکنن؟ چه نقشی دارن؟ ببینین ناسیونالیسم، بذارید اول در مورد ناسیونالیسم ایرانی یه چیزی بگم. ناسیونالیسم عموما تلاش میکنه که در به اصطلاح جامعه آینده، در بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، بالاخره جنبش خودش رو سر کار بیاره، این بار بالاخره تحت ناسیونالیسم، ولی همون مناسبات نابرابر رو پیش ببره. اساسا کارشون اینه، تلاششون اینه. و الان خود جمهوری اسلامی هم سال هاست که به نظر میاد متوجه شده که اسلام و جنبش اسلامی و مذهب تو اون جامعه دیگه جایی نداره، دست برده به انبان ناسیونالیسم. احمدی نژاد اگه یادتون باشه رفت توی مقبره کوروش، اونجا چفیه خودش رو انداخت رو گردن کاوه آهنگر، رو با به اصطلاح بسیجی ها و پاسدارا و کاوه آهنگر و سربازان و کوروش همه با هم دست به یقه شد، دست به چیز شدن که به اصطلاح به عنوان نیروی متحد. جمهوری اسلامی خودش میخواد از ناسیونالیسم استفاده کنه. خود ناسیونالیسم هم اونجا که احساس کنه، ناس ایرانی رو دارم میگم، ناسیونالیسم عظمت طلب ایران، این جنبش که ارتجاییه، هر جای احساس کنه که واقعا اونا هم بخشن میخوان سرنگون بشه جمهوری اسلامی، ولی هر جای احساس کنه سرنگونی جمهوری اسلامی معناش اینه که این ایده ها، این افکار عقب مونده، ارتجایی، تفرقه برافکن، افکاری که تحت نام ملت میخواد یه باند هزار فامیل جدید رو بیاره سرنوشت اون ملت بیچاره حاکم بکنه، هر جای احساس کنن سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه به اصطلاح به جای اینا چپ رو، آزادی خواه رو، مردمی که واقعا میخوان همشون گفتم انسانی زندگی کنه، اونا رو سر کار بیاره، سرنوشت جامعه رو دست خود مردم بده، اونجا میرن پشت جمهوری اسلامی. بارها مثالای زیادی هست که دیدیم، گویا اگه یادتون باشه ولیت در رابطه با ایران و عراق به اصطلاح بحثایی که شده بود گویا جنگی ممکنه بشه، فوراً اعلام کرد من میام در خدمت خامنه ای به اصطلاح چیز میشم، در خدمتش میشم. ولی اینو بذاریم یه لحظه، برگردم به ناسیونالیسم ترک و در مقابلش ناسیونالیسم ایرانی. ببینید ناسیونالیسم ایرانی همیشه محل تغذیه جنبش‌های فرقای ناسیونالیستی ترکه. اونا میگن که اینا استعمار ایرانن، ایرانیان، فارسن، مرکزن و مردم آذربایجان رو محروم کردن، مردم بلوچستان رو محروم کردن و همه چیز زیر سر ناسیونالیستای فارس و ایرانی و چیزه. بله. از این بعد خب وقتی مثلا روزنامه ایران اینجوری تحقیر میکنه، وقتی تو بودجه بندی ها مثلا مناطق محرومتر کمتر بودجه میگیرن، خب دستشون بازتره برای تبلیغ علیه ناسیونالیسم فارس به نفع به اصطلاح به این معنا که ما آذربایجانی ها، ما ترک ها، ما به اصطلاح ملت ترک محرومیم، مظلومیم، بدبختیم و به اصطلاح مسئول این وضعیتمون هم چیه؟ ناسیونالیسم ایرانیه. خب اینا میخوام بگم تغذیه میکنن، از این استفاده میکنه. به این معنا
نسلون ترک هم وقتی از تجزیه، از جدایی، از اینکه فارسا دشمن ما هستن کمک میکنه، ماتریال درست میکنه برای ناسیونالیست ایرانی که ببینید این ترک‌ها و این به اصطلاح جریانات تجزیه طلب دارن چه کاره میکنن، شما مردم فارس رو، شما مردم ایرانی رو، شما مردم به اصطلاح فارس رو مسبب تلقی میکنن. اینا به هم دیگه کمک میکنن. به این معنا مبارزه ما کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگر ایران اساساً علیه هر دوتاشونه. هر دوتا رو به عنوان جریان ارتجایی، اینکه اینا اگه کوچکتر نقشی در سرنوشت آینده ایران داشته باشن هیچ کاری برای مردم نمی‌کنن جز اینکه تحت نام ملت یا قوم خودم یا قوم خودمون ملت خودمون تحت نام این دوباره این فقر و فلاکت و بدبختی و چپاول و دزدی و استثمار و بهره کشی از اکثریت از این کارگر اون جامعه رو دوباره دامن می‌زنن. میخوام بگم که ما هر دوتاشون از نظر ما هر دوتاشون دشمن واقعی مردم ایران هستن در کنار جمهوری اسلامی. خدمت میکنن به جمهوری اسلامی. در مورد ناسیونالیست ترک یه چیزم اضافه کنم. بله. اینا یه سایت رو انداختن، یه فیسبوک رو انداختن. این جالبه، خود این خیلی سمبولیکه. بله بله. اسم فیسبوکشون به اصطلاح مبارزه نمیدونم چیز با کرد، با تروریستای کرد. تروریستای کرد. بعد وقتی شما میرین اونجا نگاه میکنین قرن 21 که اونجا تمام بحثشون اینه که کردها تروریستن، کردها تروریستن به اصطلاح. حتی مثلا این مردم کرد زبانی که در شمال سوریه با داعش مبارزه کردن، حتی اونا تروریستن. بله. ما باید با اونا مقابله کنیم، جلو اونا رو بگیریم. کردها تروریستن، تروریستای کرد اومدن در کردستان ایران، ببخشید در آذربایجان ایران، زمین ها رو میگیرن، خونا رو دارن میگیرن و سعی میکنن جمعیت، ترکیب جمعیتی مردم ترک زبان رو بعداً کرد زبان بکنن. بله. پس مردم هوشیار باشین. مردم به کردا حتی اینم میگفتن با کمال بیشرمی این. بله. دوران نازی‌ها مردم به اینا نباید، اگه بقالی میاد نباید شیر بفروشین، نباید نون بفروشین، ببینین محل تمرکزشون کجاست، اینا رو به اطلاعات اطلاع بدین. یعنی کاملا دست جمهوری اسلامی با اینا تو همه. این به عنوان یه مثال، مثالای زیادی اگه وقت بود میزدم. دستشون کاملا تو نیروهای امنیتی جمهوری اسلامیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم تماما تلاش میکنن اینا رو تقویت کنن، چون میترسن از مبارزه متحدی که مردم شروع کردن و از 96 به اینور هم خیلی گسترده شده و وسیع‌تر شده و واقعا خطرناک شده برای جمهوری اسلامی. بله. به هر حال این موزل هستش، این مشکل هستش، مشکل ستمی که به در اصل مردم آذربایجان میشه، چون مشخصا کمیته آذربایجان در آذربایجان فعالیت داره، این ستم وجود داره. جواب حزب کمونیست کارگری، مشخصا کمیته آذربایجان به این موزل چجوری فکر میکنین این موزل میشه حل کرد که ناسیونالیست‌ها نتونن سوء استفاده کنن از این مشکلات مردم، از زبان نوشتن، صحبت کردن به زبان مادری، یا بودجه کم دادن به آذربایجان، یا اتفاقایی که داره میفته و ناحقی هایی که در اصل در مورد آذربایجان از طریق مرکز دولت مرکزی انجام میشه. خب جواب کمیته آذربایجان چی هست؟ ببین یه بخشش تبلیغات ماست، روشنگری ماست، تأثیری ما از زندگی داریم به مردم میدیم. ما تو تأثیری که به مردم داریم میدیم اینه که اون زمانی مردم جوان ترک زبان با جوان فارس زبان با هم در کنار هم از فقر، از فلاکت، از بیکاری، از فسادی که تو این جامعه حاکم کردن راه خواهد شد که متحدانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنن، کنار بزنن، ولی جامعه رو برقرار کنن که تو اون جامعه در پرچمش اون بالا نوشته که همه انسان ها با هم برابرن و همه انسان ها به عنوان شهروند باید بتونن آزاد زندگی کنن و از همه حقوق اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، درمانی، نون، خونه، سرپناه بهره‌مندشن. مثل انسان با بالاترین دستاوردهایی که جامعه ثروتمند مثل ایران میتونه در اختیار مردم قرار بده. یه بخشش اینه. یعنی ما تو برنامه ما تأثیری که از جامعه داریم میدیم اینو میخوایم روشن کنیم. یه بخشش اینه که جنایاتی که جریانات قوم‌پرست تو دنیا انجام دادن باید اون تأثیر رو دوباره بیاریم جلوی مردم بذاریم. مردم هر جای دست اینا بند باشه، یه ذره باز باشه، همین بلایی رو سرش مردم میارن که در یوگسلاوی آوردن 10-20 سال پیش و اون تصویر رو دوباره باید بیایم به مردم نشون بدیم. خطر اینا رو باید به مردم نشون داد.
نکته سوم که میخوام مطرح کنم اینم مهمه، ناسیونالیستا با بوق و چرنا سعی میکنن بگن که آذربایجانی‌ها مردم آذربایجان ترکن، ترک پرستن، ریشه ترک دارن، در مقابل فارس‌ها ملت غیوری هستن، ملت تاریخی هستن، اینا رو میخوان تبلیغ کنن و میگن مردم آذربایجان. ما به عنوان یه حزب سیاسی پیشرو، یه حزب سیاسی که برابری و آزادی رو میخواد، باید واقعیت جامعه آذربایجان رو در مقابل اینا قرار بدیم، مردم قرار بدیم، تصویر بگیریم، به مردم بگیم که اینجوری نیست، متفاوته. در آذربایجان اعتراضات وسیع و قدرتمندی همین الان هست که در هیچ کدوم یک شعار ناسیونالیست شما نمیبینید، غیر از بعضن در به اصطلاح بازی‌های تراکتور و بعضن در قلعه کیبر که اینا اونجا فقط سعی میکنن چهار تا شعار بندازن. شما اعتراضات کارگران در ایران ترانسفو، اعتراضات کارگران ماشین سازی، اعتراضات وسیع کارگر رو میبینی، همش خواستاشون چیه؟ دستمزد برابر، بهداشت، درمان رایگان، زندگی مرفه برای همه، کوتاه کردن دست مذهب، کثافت مذهب از زندگی دانشگاه و مدرسه و نمیدونم دستگاه قضایی و قانون و اینا. خواست مردم ایناست در آذربایجان. اینا رو باید برجسته کنیم که دقیقاً این اعتماد به نفس خود اینا رو میشکنه، یعنی نشون میده که اینا یه فرقا و باندهای مهجور و عقب مونده هستن و مردم در متن واقعی جامعه اوضاع کاملا متفاوته و اتفاقا در مقابل اینا هست. بله، جواب در اصل موزل بیحقوقی و ستم در آذربایجان سرنگونی جمهوری اسلامی، منظورتون نست؟ دقیقاً سرنگونی جمهوری اسلامی و سرنگونی، بذار من این کلمه رو اضافه کنم، انقلابی جمهوری اسلامی. به این معنا این کلمه رو اضافه میکنم، انقلابی جمهوری اسلامی، به این معنا که ممکنه آمریکا هم بخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه مثل چیز. دقیقاً به دست مردم، با جنبش‌های وسیعی که همین الان در میون کارگرها و جاهای مختلف، زنان و جوان ها هست، به دست مردم و سرنگونی که روی بعد از جمهوری اسلامی مردم خودشون از طریق بالاخره نهادها و ارگانها و ساختارها و تشکیلاتهای خودشون مثل شوراها و اینا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، یعنی خودشون اعمال اراده کنن، خودشون تصمیم بگیرن که مملکت رو چجوری میخوان اداره کنن. بله. میخوان توی این مملکت الان نزدیک فکر میکنم 200,000 آخونده، آخوند دوباره تولید کنن، یا میخوان توی این مملکت معلم و پرستار و پزشک تولید کنن. خود مردم که معلومه چه تصمیمی میگیرن. دقیقاً. من برمیگردم دوباره به سوالم. یه نکته نامشخصی توی اینجا برای من هنوز مونده. این ستمی که به مردم آذربایجان میشه بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی چجوری از بین خواهد رفت؟ چجوری ملت‌ها یا قوم‌ها برابر خواهند شد توی کل ایران؟ این جواب کمیته آذربایجان به این موزل چی هستش؟ این ستم محصول یه نظامیه که اون نظام طبقاتیه و تبعیض و احتیاج داره. بله. نظام طبقاتی برای اینکه اکثریت جامعه رو له کنه، استثمار کنه، بهره بکشه و ساکتش نگه داره، انواع و اقسام تبعیض رو تو جامعه باید نگه داره، از جمله تبعیض علیه زن در ایران که اساساً اینه، تبعیض علیه زن، یه بخشش مربوط به اسلام و قرآن و محمد و بالاخره حدیث و سنت و این کثافت هاست. یه بخشش، یه بخش مهم این است که از طریق سرکوب زن میخوان جامعه رو سرکوب کنن، کاملا اینجوریه. اگه برگردم به سوال تو، جامعه طبقاتی تبعیض رو نیاز داره. ما معتقدیم حکومت اسلامی به عنوان نظام و حکومت به اصطلاح طبقه حاکم که الان جامعه رو چپاول میکنه کنار میزنیم و به جای طبقه حاکم دیگه یا هزار فامیلی، خود مردم، خود کارگرها، خود جوانها، خود زنها باید سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. و گفتم همچنان البته حزب ما با برنامه خودش، با تأثیری که از جامعه داره، به درجه ای که نفوذ خواهد داشت در آینده سیاسی ایران، در اون جامعه برابری اصل خواهد شد، آزادی اصل خواهد شد، تبعیض به هیچ معنایی، با هیچ بهانه‌ای، با هیچ توجیهی در جامعه نمیتونه به وجود بیاد. اینا اصل به اصطلاح فرمان یا تصویر واقعی جامعه خواهد بود که ما میخوایم پیاده کنیم. میخوام بگم که اگر ما بتونیم و باید هم تلاش کنیم اون بنیادهای طبقاتی جامعه رو زیر و رو کنیم، یعنی یه اقلیتی قرار نیست حاکم بشن بر اکثریت، اونا انواع و اقسام تبعیض رو تولید دارن میکنن و نگرش میدارن، اگه مردم خودشون قرار حاکم باشن و زندگیشون رو به صورت انسانی سازمان بدن، اون موقع دیگه نیازی به اعمال تبعیض طبقاتی و تبعیضهای دیگه وجود نداره.
چون همه به عنوان شهروند قرار تو اونجا همه زندگی کنن، مساوی حقوق هستن و برابر هستن. دقیقا. خیلی ممنون محسن ابراهیمی در برنامه ما شرکت کردید. برنامه ما الان به اتمام میرسه. من به همراه آرش ناصری برای شما شب و روز خوش را آرزومندم.